من قبل از که وارد بحث‌های فنی بشم یه نکته ذهنمو مشغول کرد و اون اینه که شما همین الان با لباس فولاد هستید، انگار همچنان با اینکه بازی رو هم بردید تا دیر وقت تو این گرمای اهواز تمرین میکنید. خدمتتون که عرض کنم، به هر حال ما کار مربیگریمون همینطوریه که باید همش کار کنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم. به هر حال واسه به موفقیت رسیدن نیاز به این کارها هستش که بتونیم انشالله موفق باشیم. این نیستش که استراحت کنیم و دنبال فضای مجازی و خدمت شما عرض کنم فالوور و این چیزا باشیم، دنبال اینا نیستیم. دنبال اینیم تلاش کنیم، زحمت بکشیم تا به موفقیت برسیم. الان هم داشتیم با مربیا به فکر بازی بعدمون هستیم، تمرکزمون رو بازی بعده، انشالله بتونیم بازی بعدمون رو با موفقیت پیش ببریم. من قبل از که آقای میر یه سوال فنی رو از شما بپرسن، باز یه سوال تقریبا ساختاری دارم. همیشه وقتی تیم‌ها با استقلال یا پرسپولیس بازی می‌کنن، ببرن یا ببازن، داور تصمیماتش درست بوده باشه، سهوی یا نباشه، موفقیت های احتمالی حریف تحت شای همین فضای مجازی که شما فرمودید قرار میگیره. ولی من فکر میکنم میشه از ساختارهای فولاد هم صحبت کرد. نمیشه موفقیت ها، من خود شما که سرمربی تیم هستی میپرسم، نمیشه موفقیت ها رو نادیده گرفت و بدون اینکه زحمتی کشیده شده باشه ساختاری داشته باشه مجموعه مثل فولاد؟ خدمت شما که عرض کنم، ببینید ما خیلی زحمت کشیدیم واقعا توی این مدتی که تمرینات تیم بعد از کرونا شروع شدش واقعا زحمت کشیدیم. شما خودتون میدونید ما توی این تایمی که تمرین کردیم، حالا دقیق نمیدونم چند جلسه تمرین داشتیم، ولی ما یه مسئولیت نداشتیم به خاطر اینکه کاملا بازیکنامون تحت کنترلمون بودن و مثل تیم استقلال که دو تا ربات صلیبی داشتن، همسترینگ داشتن، به هر حال اینا شرایطیه که مربی باید خیلی اینا رو در نظر بگیره و ما تونستیم اینا رو کنترل کنیم. ما خدا رو شکر بازیکنامون تمرین خیلی خوب انجام دادن و در نهایت همین این باعث شدش که ما روز بازی خیلی خوب بازی کنیم. ما اگر خواستید من میتونم آمار دوندگی بازیکنامون رو بدم بهتون که اینا واقعا بچهای ما زحمت کشیدن به این شرایط. اینطوری نبوده که ما استراحت کنیم و دنبال این باشیم که کسی بخوادش بهمون کمکی کنه، نیرویی از جای دیگه بخواد بهمون به دادمون برسه که بخواد کمکمون کنه. ما زحمت کشیدیم که بازیکنمون بتونه توی بازی 12 کیلومتر بود که بتونیم با استقلال ببریم که یه بازی 6 امتیازی بود و تیم بزرگ استقلال، هواداره بزرگشون و به هر حال من خودم هوادار استقلال هستم، نمیگم بزرگم ولی هوادار استقلال هستم به عنوان یه هوادار، ولی وقتی قراردادی با باشگاه فولاد بستم و سال قبل با باشگاه نساجی داشتم، همیشه سعی کردم بهترین عمل کرد و جلوی هر تیمی که هست داشته باشم. این نبوده که ببخشید عذرخواهی میکنم اینطوری میگم، ولی فیک باشم، سعی کردم خودم باشم. هیچ عبایی هم ندارم از اینکه بگم دوست دارم تیمم برنده باشه، جلوی هر تیمی بازی کنم دوست دارم تیمم برنده باشه و نسبت به اون روز، نسبت به تیم حریف، تیمم بازی میکنه و شرایطو برای خودمون و تیممون فراهم میکنیم تا بتونیم انشالله به موفقیت برسیم. و موفقیت هم خودتون میدونید مربیگری نیاز به زمان داره، نیاز به وقت گذاشتن داره، نیاز به زحمت کشیدن داره. من مثالی بزنم، خود آقای استراماچونی وقتی توی باشگاه استقلال اومد، کسی واقعا فکر نمیکردش که ایشون بتونه روزی محبوب بشه. روزی الان که الانه دارن در موردش صحبت میکنن، شرایطی پیش بیادش که آقای استراماچونی بشه واقعا محبوب مردم، استقلالیا، سکو، و این زحماتیه که ایشون کشیده، تلاش کرده، زحمت کشیده، تو فضای مجازی نبوده، دنبال این نبوده که تو فضای مجازی دنبال این باشه که محبوب باشه، نه، محبوبیتش واقعی بوده، بد اخلاق بوده، سختگیر بوده، ولی تو زمین مربیگری کرده. مربیگری داستانش با بازیکنی فرق داره، بازیکنی رو میشه همه چی رو خرید، همه چی رو به دست آورد، ولی خیلی از شرایط شما نمیتونید به دست بیارید. اینکه ما بتونیم شرایط رو برای تیممون طوری رقم بزنیم که هوادار خوشحال باشه سخته. خودتون میدونید هواداران ما فوتبال میفهمن، هوادارامون فوتبال متوجه میشن و خودتون میدونید تو این چند روز تمام کسایی که بزرگای فوتبال، بازم تاکید میکنم بزرگان فوتبال که واقعا توی این فوتبال زحمت کشیدن و بزرگ هستن توی فوتبال، همه از فوتبال فولاد لذت بردن، همه تعریف کردن. من تمام صحبتم هم برای زمانی هستش که 11-11 بودیم و تیممون یه فوتبال قابل قبولی رو ارائه داد در مقابل تیم بزرگ استقلال با 6-7 بازیکنی که به نظر من واقعا میتونن ملی پوش باشن. این تیمی که هر مربی آرزوش مربیگری این تیمو داشته باشه
و خودتون میدونید تیم واقعا با شخصیتیه، با ثباتیه، مخصوصا اینکه سیستم جدید رو امسال آقای استراماچونی به این تیم آوردن و تیم استقلال هنوز که هنوز با سبک و سیاق آقای استراماچونی داره بازی میکنه و خوبم بازی میکنه تا به این نتایج رسیده و خودتون میدونید بردن این تیم سخته، ولی به هر حال فوتبال برد و باخت داره، باید بعضی جاها قبول کنیم که تیم حریف بهتر بوده، زحمت کشیده برده بازی رو تا بتونیم نهایتاً پیشرفت کنیم. این باعث پیشرفت هممون میشه. آقا جواد خیلی سریع بپرسم که به هر حال بعد از 3-4 ماه فوتبال شروع شد، خود باشگاه فولاد، خود شما آقا سعید آذری از کسانی بودی که اون اوایل دوست داشتین که لیگ برگزار نشه به خاطر سلامتی و داستان عزیزت، ولی در نهایت تمرکز گذاشتین روی تیم و بازی شروع شد. اون کیفیت مد نظر شما در اولین بازی برای شما به دست اومد؟ یعنی اون بازی رو بازی خوبی دیدید یا نه باید هفته های بعد بهتر بشه؟ بعد هدف اصلیتون، یعنی الان دیگه فکر کنم باید سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هدف اصلیتون باشه دیگه قاعدتا. ما هدف اصلیمون اینه که بازی به بازی خوب کار کنیم، خوب نتیجه بگیریم، در پایان لیگ به هر رتبه و مقامی برسیم. واقعا تیممون تا الان خیلی کار بزرگی انجام داده و من واقعیت خدمت شما بگم ما نیم فصل اول وقتی تیم بسید ما هیچ بازیکن میلیاردی تو تیممون نداریم، اینو صادقانه میگم و موجود هستش. ما بازیکنایی که نیم فصل گرفتیم فقط تونستیم یه مبالغی بهشون بدیم که واقعا خودتون میدونید توی نیم فصل بازیکن گرفتن خیلی سخته و من هیچ قولی ندادم، ولی تمام تلاشمو میکنم بهترین نتایج رو برای باشگاه فولاد بگیرم ان شاء الله با کمک هوادارامون، مدیریت باشگاه، شخصهای آذری و مهندس محمدی که واقعا زحمت میکشن و اینکه به هر حال ما بتونیم تو در پایان فصل به سهمیه برسیم یا نه باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم، اگر لیاقتشو داشته باشیم قطعا میرسیم و این یکی از آرزوهای کل مجموعه فولاد هستش که امیدوارم به این مهم دست پیدا کنیم. درسته. جناب نکونام، از نظر فنی هم میخوام دلیل اصلی برتری شما مقابل استقلال رو از زبان خودتون بشنوم. خب خیلی از بازیکنان شما موثر واقع شدن، نمیخوام اسم بریم، میگیم آیا آبشک چقدر زحمت کشید، اون یکی چیکار کرد، ولی به عنوان یک جریان مثلا تو بازی میدیدیم که لوسیانو پریرا تحرک زیادی به خط حمله فولاد داد و یه هارمونی و هماهنگی خوبی رو از چپ با بیت سعید داشت. خود شما یه تحلیلی داشته باشید، فکر کنید الان دیگه کنفرانس ها تعطیله، شما الان روبروی مردم دارید کنفرانس بعد از بازی، چرا فولاد استقلال رو برد؟ اختصاصی شبای فوتبالی. به نظر من دلیل بردنمون به تمریناتیه که از روز اول ما انجام دادیم، زحماتیه که کشیدیم، وقتیه که گذاشتیم. بی دلیل نیستش که ما تونستیم موفقیت ها رو به دست بیاریم. بودن مربی بدنسازی کنار تیممون که من خودم سالهای سال کنار ایشون کار کردم تو اسپانیا و بودن ایشون خیلی به ما کمک کرد، واقعا زحمات ایشون و کادر فنیم خیلی به ما کمک کرد و از همه مهمتر خواستن بازیکنان، چون به هر حال تو فوتبال امروز دنیایی نیستش که من مربی فقط به فکر خودم باشم، باید به فکر بازیکنان باشم، به فکر تمرین دادن اونا، بلد بودن چطور تمرین دادن که مصدوم نشن این بازیکنان. ببینید همین بلد بودن که بازیکن من مصدوم نشه خیلی مهمه برای ما و این نکته ایه که ما بهش توجه کردیم و تونستیم تیممون رو توی این آماده سازی که واقعا سخت رسوندن بازیکن‌ها به شرایط ایدئال و آرمانیشون واقعا زحمات زیادی رو کادر من کشیدن و خودتون میدونید این شرایط بعد از کرونا با این لیگی که ما خودتون میدونید شروعش دیر بود، پایانش هم این اتفاق افتاد و مصدومیت ها رو تو تیمای دیگه تو لیگای دیگه هم دارید میبینید، نیاز به خیلی از مواظبت ها از بازیکن هستش، ولی در کل از لحاظ فنی تو بازی خودتون دیدید با بازی رو استقلال یک بار اومد تو 18 قدم ما و اون تو تبدیل به گل شد، غیر از اون هیچ شوتی به سمت دروازه ما زده نشد، هیچ توپی داخل 18 قدممون نیومد، ما به تیر دروازه نیمه اول رو میگم بازم خدمتتون که 11 به 11 بودیم، توپ زدیم از روی خط در آورد آقای حسینی، اگر روز خوبش نبود واقعا ما تیممون میتونست زودتر به گل برسه و واقعا تیممون نیمه اول رو خیلی خوب شروع کرد، کنترل کردیم تیم استقلال رو و خودتون میدونید دوتا مهاجم استقلال بهترین مهاجمای حال حاضر فوتبال ایران هستن، ولی ما اینا رو کاملا کنترل کردیم، تیم استقلال رو کنترل کردیم و کنترل کردن تیم استقلال باعث شدش که عصبانیت بیادش سراغ تیم و کنترل نکردن و اینکه به هر حال
وقتی عصبانی میشید شما کنترلتون و تمرکزتون رو از دست بدید. این اتفاقات میفته که به هر حال اعتراضات شدید میشه و نهایتا نتیجه برعکس میده که ما تونستیم نهایت استفاده رو ببریم و خدا رو شکر تونستیم بازی رو ببریم. ولی نکته‌ای که خیلی مهم بود برای من و اینکه ما بتونیم توی نیمه اول و شروع بازی بتونیم کنترل بازی رو دستمون بگیریم. ما 2-3 دقیقه کنترل بازی رو دستمون رفت و استقلال به گل رسید، ولی بعد از اون تو اون 45 دقیقه خودتون کاملا بازی رو مشاهده کردید. تیم استقلال کاملا تحت اختیار ما بودش. خیلی متشکرم آقا جواد. خیلی متشکرم جناب نکونام. خیلی متشکرم، ممنونیم از اینکه وقت گذاشتید و برنامه ما صحبت کردید.